سلام، جایی که این جریانات ترسناک به وجود اومد یه امامزاده هستش که خیلی دور از دسترسه و عبور و مرور خیلی کم میشه توش و فقط طایفه و اقوام خودمونن که اونجا رفت آمد میکنن. دوستان، محیط امامزاده طوریه که وقتی توی روز اونجا بخوای بری یه خوفی عجیبی آدمو میگیره که اجازه نمیده که تنهایی وارد اونجا بشی. روایت های زیادی هم هست که اونجا شبای جمعه یه شیر و یه مار وارد امامزاده میشن و دیگه از اونجا خارج نمیشن. خود من وقتی 14 سالم بود به همراه خانواده رفتیم برای زیارت و یه سری هم به زمین های پدری زدیم. بعد از زیارت برگشتیم به چادر یکی از اقواممون که عشایر بود و حدود 2 کیلومتری امامزاده زندگی میکرد. هوا در حال تاریک شدن بود و صدای سگ می اومد. با فامیل اونم رفت که ببینه چه خبره. بعد با 2 مرد وارد چادر شدن. بعد از احوالپرسی نشستن و چون که اونجا برق نداشت زود شام آماده کردن و بعد از خوردن شام بحث مردم شهری و عشایری شد و اون 2 مرد گفتن که شما شهری ها اگه راست میگید که نترسید و میتونید از خودتون دفاع کنید، یکیتون بره و از امامزاده پارچه های سبز تبرکی که با نماز اونجا تبرک میشه و با خودش بیاره. بعد من گفتم که من میرم میارم. بهم خندیدن و پدرم گفت که بشین سر جات، نمیذارم که بری. ولی من اصرار کردم که باید برم و بلند شدم و کفشمو پوشیدم و راه افتادم. خیلی راه بود و حالت جنگل مانندی داشت و با درخت های بلوط و گردو بین راه با صدای بلند میخوندم و حرکت میکردم. ترس داشتم ولی ترس حمله کردن حیوان ها بود. ولی بیخیال شدم و خودمو رسوندم به اون امامزاده. وارد اونجا شدم و با خیال راحت یه زیارتی کردم. کمی پارچه تبرکی برداشتم و برگشتم سمت چادر. وقتی رسیدم اون 2 مرد دیدنم و با تعجب بهم گفتن که ما وقتی سن و سال تو بودیم جرأت نداشتیم تنهایی این موقع شب بریم اونجا. نمیدونم چرا نترسیدم اون موقع، ولی خیلی ها میگن که چون اون سال بچه بودم و گناهی نکرده بودم هیچ ترسی سراغم نیومده بود. خیلی هم که فهمیدن چون این پدر بزرگم و اجداد من خیلی وابسته و ارادت خاصی به امامزاده داشتن باعث شد که امامزاده اونجا بهم آرامش خاصی بده. و بعد حدود 2 سال پیش اردیبهشت ماه بود با 2 تا از پسرم و دایام و 4 تا دیگه از اقوام بعد از 1 ماه برنامه ریزی حرکت کردیم که به سمت امامزاده بریم، ولی نه برای زیارت چون همه ما یه جورایی اعتقادات مذهبی ضعیفی داشتیم و این سفر رو تفریح خواستیم بریم و چون جاده خاکی و بدی داشت نیسان و موکت کردیم و تشک گذاشتیم و رو افتادیم. همه چی هم بردیم. بعد از 6 ساعت رسیدیم به امامزاده و همه گفتن که همین جاست و فضای باز چادر بزنیم و زدیم و تا غروب توی محیط خیلی بازی بودیم. یه منطقه کوهستان سردسیری بود که مطمئن بودیم که شباش خیلی سرده. عمومم برای راحتی فامیل که از راه دور اومده بودن یه اتاق درست کرده بود و مردم منطقه که یکی از اتاقا رو کرده بود مردشو خونه. ما رفتیم اتاق بغل مردشو خونه رو تمیز کردیم و 2 تا تابوت بود که گذاشتیم تو مردشو خونه و اون اتاق رو جارو زدیم و موکت و پتوها رو پهن کردیم اونجا. بعد نشستیم. بعد حدود ساعت 12 بود بحث ترس و وحشت اومد که کی ترسوه و کی نیست. همه اونم میدونستیم که این بحث پیش میاد. یکی میگفت کی جرأت داره الان بره تو امامزاده و بیاد. منم گفتم که امامزاده ترسی نداره، اون چشمه‌ای که اون پایینه هر کی دل جرأت داره بره از اونجا آب بیاره و تنهایی بیاد. یه نفرم وامون بود اما آدم مظلوم و خوبی بود، مهربون و بیازار بود. همش میگفت بچه ها از این شوخی‌ها نکنید و ترس نندازید به دل آدم، همیشه بذاریم خوش باشیم و ضد حال نزنید، یه 3 روز اومدیم اینجا حال کنیم دیگه. ما به زور دست و پاشو گرفتیم و بردیمش تو مردشو خونه، خوابوندیمش تو تابوت و پسرمون رفت تو ماشین
تناب رو آورد بستیمش. با تناب یه سرپوش برای تابوت درست کردیم و به طوری که نتونه در بیاد و ما اون رفتیم بیرون. خودمون اومدیم تو اتاق و کلی بهش خندیدیم. ولی من ناراحت شدم بعدش و با اصرار بچه ها بلند شدیم و رفتیم که بیاریمش. دیدیم که تکون نمیخوره. زود رفتیم پیشش، کلی صداش زدیم ولی تکون نمیخورد. به سختی نفس میکشید. آب پاچیدیم به صورتش تا به هوش بیاد ولی حرفی نمیزد. انگار قفل شده بود و فقط نگامون میکرد. مطمئن بودم که یه چیزی دیده که زبانش قفل شده باشه. یه ساعت گذشت، یه سکوت عجیبی تو اتاق بود که صدای شکستن شیشه خیلی زیادی اومد. انقدر شدتش زیاد بود که من چند سانت پریدم هوا و دویدم سمت بیرون که دیدم شیشه شکستای پنجره مردشوخونه بود که سمت چشمه بود. خیلی ترسیده بودیم همه. با اینکه هممون سنمون بالا بود ولی ترس عجیبی همه ما رو گرفته بود و همه میگفتن که عشایریای منطقه هن. فهمیدن که ما آمدیم، برای همین اومدن که ما رو بترسونن. ولی مطمئن بودم که کار عشایر نبود، چون اونجا براشون کاربردی بود و هیچ ضرری بهشون نمیرسون. بچه هم همه رفتن اطراف رو بگردن که ببینن کی بوده و فوش میدادن که اگه بگیریم چی کارت میکنیم و فلان و فلان. منم موندم پیش دوستم، دوتامون تنها بودیم. من پشت به در بودم و داشتم باش حرف میزدم که چرا اینطوری میکنی؟ یه شوخی کردیم باهات که حرفم تموم نشد. دیدم حالتی که ترس زیادی توشه، محکم بغلم کرد و سرش رو گذاشت رو سینم و انگوش کشید به درب ورود اتاق. من برگشتم که ببینم چیه. یه حالت سایه مانندی به مدت یک ثانیه از اونجا رد شد. گفتم از بچه های خودمونیه، ولی ترسیدم که برم ببینم که. چند دقیقه بعد همه بچه ها اومدن داخل. بهشون گفتم که چند دقیقه پیش کدومتون بودید از اینجا رد شدید؟ همه گفتن که ما نبودیم. گفتم چی میگی؟ یکی از اینجا رد شد، من مطمئنم که یه سایه‌ای دیدم. اینی که گفتم پسر همون گفت جمع کنید بریم. حدودا ساعت 3 صبح بود که دایم گفت نمیخواد بریم تا صبح همه پیش هم باشیم و صبح زود بریم جاده خرابه، یه وقت ممکن اتفاق برام بیفته. همه قبول کرده و نشستیم پیش هم. همه ناراحت رفیقمون بودیم. یه چند دقیقه گذشت که یه صدای جیغ ضعیفی اومد و بعد صدا شدیدتر شد. انگار چند تا زن داشتن سر یه چیزی جیغ و داد و ناله میکردن. نمیدونم حالا تو بیابون صحرا بودن، روباها و شغالا بودن که صداشون عین صدای آدم بود دارن جیغ میزنن، یا که نه واقعا انسانهای معمولی بودن. ولی صدای جیغ عجیبی بود. کنجکاو شدم ولی خیلی هم ترس داشتم. رفتم در اتاق باز کردم، در یه 20 متری اون طرفتر یه نور فانوس بود، ولی انگار یه نور کم که چند تا زن چادر رو سرشونه دور هم جمع شدن. اومدم داخل، گفتم بچه کسی مرده؟ آخر روستا حدود 10 کیلومتری اونجا بود و اقوام خودمون بودن. بچه گفتن که اگه کسی میمرد ما با خبر می شدیم. بعد سوال کردن ازم که چرا؟ منم گفتم که چند تا زن روی قبر هستن و انگار اومدن که این مراسمی انجام بدن. بعد بچه اومدن جلوی در رو نگاه کردن، با تعجب نگاه کردن، گفتن که کجاست پس؟ چرا اون زنا نیستن؟ من بهشون اشاره کردم که اونجا کنار اون فانوس بودن، ولی اونجا به جز تاریکی محض هیچ چیز دیگه ای نبود. داشتم به شیشه درب اتاقم نگاه میکردم و فکرم به اون لحظه که اون فانوس اون زنها رو دیدم افتاد، که یه دفعه یه سایه چسبید به شیشه و یه لحظه برگشت سمت ما. زبانم قفل شد و دستم رو کشیدم سمت در. بچه هم اگه نگاه کردن ولی چیزی نبود، ولی من دیدمش که یه پیرزنی بود با چهره خیلی زشت و چشاش انگار کاملا زده بود بیرون و سفید بود و یه خنده زشت و با دندونه بلند که چسبیده بود به شیشه و داخل نگاه میکرد. وقتی روشو کرد سمت اتاق مستقیم به من نگاه نکرد، داشت اتاق رو نگاه میکرد. تا چشمش به من افتاد خندید و چند سالی هم بیشتر طول نکشید. وقتی بچه ها پرسیدن که چی شد، چی بود، آروم بهشون گفتم که بچه ها بریم، فکر کنم من جن دیدم.
تا اسم جن رو آوردم رنگ همهشون پرید و با یه حالت ترسی همهشون جمع شدن و به هم دیگه چسبیده بودن. دوباره همون صدای جیغ و شیون اومد، باز همون حالت قبلی و ولی این بار حالت حرف زدن هم توی صداشون بود، ولی واضح نبود که چی دارن میگن. توصیف اون زمان خیلی برام سخت بود که بگم، ولی همه تو حالت شک و بهت زده بودیم. یه دفعه یه صدای بلندی اومد، صداش مثل حالتی بود که توی کوه همدیگه رو صدا میزنن با یه های بلند و با یه زبون عجیبی. من یه دفعه اسم فلانی رو صدا کرد، اسم همون دوستمون که اذیتش کرده بودیم. تا اونو صدا زد فهمیدم که تو مردشور خونه دیدن که ما داریم رفیقمون رو اذیت میکنیم و شاید به خاطر اونه که داره اذیتمون میکنن. رو کردم به رفیقم و بهش گفتم که دیدی، بعد سرش رو داد پایین و چند دقیقه بعدم باز همه ساکت شدن که یه دفعه انگار یکی داره سنگ ریزه پرتاب میکنه، میخوره به درب اتاق. صدا بیشتر شد، دقیقا این صدای رگبار بود که از درب میومد. انگار چند نفر بیرونن و دارن سنگ پرتاب میکنن، اونم چقدر سریع این کار رو انجام میدن. تو همین حین که یه دفعه یکی از بچه ها رفت سمت گوشی، کمی سرپا وایستاد تا گوشی آنتن بده، زنگ زد به یکی از اقواممون و ازش خواست که بیاد امامزاده. یه 10 دقیقه گذشت و صدای موتور اومد. تو همون 10 دقیقه اونا به اون در سنگ میزدن و یا به شیشه یا تابوت فلزی رو بلند میکردن و محکم مینداختن زمین که یه صدای بلندی از تو مردشون خونه میومد. تا صدای موتور اومد دویدیم سمت در رو بازش کردیم. همون سمت که خودم دیدمشون پیش نور بودن، انگار یه گله حیوان بودن که دارن میدون سمت دره. حدود 10 تایی بودن و 14 پا بودن. بعضیشون هم که انگار پا نداشتن، رو هوا حرکت میکردن. واقعا برام عجیب بود و میرفتن سمت دره. اونجا بود که هممون دیدیمشون. این فامیلمون اومد که وقتی دیدمش انگار یه زندگی بهمون داده شد. وسایلمون رو جمع کردیم و رفتم خونهش. وقتی هوا روشن شد حرکت کردیم سمت شهرمون. فامیلمون کلی دعوامون کرد که آخه ما توی اون روز نباید میومدیم اینجا، حالا شما شب رفته بودید اونجا. وقتی برگشت مثل لشکر شکست خورده بودیم. هیچ کدوممون حرف نمیزدیم تا اینکه رسیدیم به شهرمون. دوستم هم خیلی حالش بد بود و چند ماه گوشه‌گیر شد. بعد از اینکه براش دعا نوشتن و زبونش باز شد قسم خورد که شما که رفتید 3 تا پیرزن بودن که معلوم نبود زن بودن یا مرد، سیاه و زشت بودن که 3 تاشون دور تابوت چرخیدن و 3 تاشون هم ناراحت و عصبانی به هم نگاه میکردن و میشد تو چهرهشون دید که واقعا از چیز عصبانی هم. حس کردم یکیشون نشست بالا سرم و دستی کشی رو پیشونیم. وقتی چشم باز کردم شما رو بالا سرم دیدم، ولی الان خدا رو شکر حالش خوبه و ازدواج کرده و یه زندگی خوبی هم داره و برای ما درس عبرتی شد که دیگه از اون کارو نکنیم.